سلام، به برنامه فراخبر خوش آمدید. در این برنامه پناهگاه های امنی حراس افغانان در پاکستان تهدید جدی به امنیت افغانستان. جنرال نیکلسن میگوید که سازمان استخبارات پاکستان از حراس افغانان در افغانستان پشتیبانی میکند. من پناهگاه های امن حراس افغانان را در پاکستان مشکل جدی میپندارم. دشمنان ما به ویژه شبکه حقانی از داشتن پناهگاه های امن در پاکستان لذت میبرند. اوباما از تبعیض نژادی در جایزه اسکار انتخاب دارد. نامزد فرماندهی کل نیروهای خارجی در افغانستان حمایت ISI از طالبان و دیگر گروه های حراس افغان را تهدید جدی به امنیت افغانستان میداند. جنرال جان نیکلسن میگوید که گروه های حراس افغان به شمول طالبان از پناهگاه های امنشان در پاکستان لذت میبرند و برای امنیت افغانستان تهدید جدی تلقی میشوند. در همین حال رئیس کمیته تسلیحات سنای ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر حضور درازمدت نظامیان آمریکایی در افغانستان تاکید میورزد و میگوید که نباید افغانستان را تنها بگذاریم. این سناتور آمریکایی نیز تاکید دارد که سازمان استخبارات نظامی پاکستان با علت های زیادی از شبکه حقانی طالبان و دیگر گروه های حراس افغان پشتیبانی میکند. اما آیا آمریکا نبردش را در برابر حراس افغانان از جغرافیای افغانستان به خاک پاکستان خواهد کشاند؟ برای بحث بیشتر در این باره صدیق پتمن، عضو هیئت رهبری جبهه ملی نوین افغانستان، اینجا با من است و تا لحظات دیگر پرویز کاور روزنامه‌نگار هم با ما یکجا خواهد شد. خیلی خوش آمدین آقای پتمن. در این روزها دیده میشه که انتقادها از موجودیت پناهگاه‌های امن حراس افغانان، طالبان و دیگر گروه های حراس افغان در خاک پاکستان در محافل سیاسی ایالات متحده آمریکا بالا گرفته. این همه اظهار نظرها چی را نشان میده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این گفتارها نمایندگی از سیاست جدید ایالات متحده نمایندگی کند، یک موقف خوب است، به خاطر اینکه این پناهگاه ها از سالیان متمادی، چی در دوران قبل از 14 سال که و چی در جریان 14 سال در پاکستان بوده و ایالات متحده آمریکا و دیگر شرکایشان خبر بودن از این حالت، یعنی یک چیز نو نیستن برای آمریکایا، ولی فعلا که موقف خود اظهار میکنه و اظهار نظر میکنن برای افغانستان یک موقف جدید خوب هستند. پس چرا در 13 سال چنین یک موضع‌گیری در برابر این پناهگاه ها نداشتن؟ جو سیاسی فعلی که در منطقه و خصوصا در ایالات متحده آمریکا، شما میفهمید که سال اخیر دموکراتان هستند و انتخابات در پیش روی داره. ما نظر میست که اگر امریکایی بخواید در 2016 مسئله صلح افغانستان اگر حل کنه، در افغانستان صلح بیاید، به یک سلسله واقعیت ها باید تن در بدهد و این یکی از واقعیت هاست که پناهگاه های امن تمام کسایی که بر علیه حکومت افغانستان و یا مردم افغانستان می جنگد متاسفانه در پاکستان هستند. و اگر دوستای امریکایی ما به واقعا پای برده باشند که قبلا ما گفتم که خبر هستند و این جدی بگیرند، در اون صورت باز ما نزدیکتر به صلح میشیم و همچنان در باره از اینکه موقف حکومت افغانستان هم درباره صلح برایشان اجازه بدن و واضح بسازن که در یک روشنایی کامل ما به طرف صلح بریم. بله آقای کاوه، خیلی خوش آمدین به برنامه. زیاد دیده شده در این روزها، به ویژه در چند ماه اخیر، انتقادها از موجودیت پناهگاه ها، خواستگاه ها و آموزشگاه های حراس افغانان در پاکستان در محافل سیاسی آمریکا، در کنگره ایالات متحده آمریکا خیلی بالا گرفته. آقای پتمن میگه سیاستگزاران ایالات متحده آمریکا از گذشته ها میفهمیدن موجودیت پناهگاه های امن حراس افغانان در خاک پاکستان، اما در گذشته خاموش بودن، حالا صدای خود بلند کردن. چرا حالا چنین یک موضع گیری در برابر پاکستان اتخاذ کرده سیاستگران آمریکایی؟ به نام خدا و بر سلام به شما جناب پتمن صاحب. ببینید، یک مقدار اگر به گذشته مراجعه بکنیم و حداقل در یک سال گذشته، میبینیم که سطح روابط افغانستان با پاکستان یک مقدار متفاوت شده. در چند دیداری که صورت گرفت، در واقع دولت افغانستان یا جانب افغانستان تانست که در واقع یک سلسله پیام‌ها را به جامعه جهانی بفرسته در رابطه با پاکستان، اینکه گفتگوها صورت میگیره در خاک پاکستان و پاکستان قادر است که رهبرای طالبان را به میز مذاکره بیاره، رهبرای مثلا حقانی را به میز مذاکره بیاره. این خودش نشان میده که به هر حال به نوعی
تغییر دیدگاه صورت گرفته و جامعه جهانی هم متوجه شده یا حداقل به اثبات رسید که دولت پاکستان از اشراف کامل بر بالای طالبان برخوردار است. حال پاکستانی ها میگن که اینا بالای گروه های طالبان کنترل ندارن، اما رابطه دارن. رابطه را بدون شک شما ازارات وزیر خارجی وزیر دفاع پاکستان هم متوجه شدن در رابطه با تاپیک گفتم ما از نفوذ خود بالای طالبان استفاده میکنیم تا مسیر لوله امن شود. و این چند به اصطلاح مشخصه بود که نشان داد به نوعی که رابطه بین پاکستان و طالبان وجود داره. حال زمانی که پاکستان میگه که ما بالایشون کنترل نداریم، بالای طالبان کنترل نداریم، این چی نشان میده؟ وقتی شما رابطه داشته باشین، بحث رابطه با دولت ها میشه، دولت با دولت میتونه رابطه برقرار بکنه، نه اینکه با گروه شورشی. اگر این رابطه با دولت هست، خود دولت افغانستان دولت مشروع هست، رابطه باید اینجا باشه، رابطه نباید با گروه شورشی باشه. و اگر رابطه بدون کنترل است، خب این معنا نداره، این میتونه که به اصطلاح به عنوان عذر بدتر از گناه مطرح شود، این میتونه که قضیه را مغلق و پیچیده بسازه. زمانی که رابطه وجود داره، اشراف وجود داره، اما کنترلی که پاکستان میگه ما نداریم، این نمیتونه راستین باشه. پس در پای انتقادهای مقام های حکومت افغانستان، حالا سیاستگران آمریکایی مقام های ارشد ایالات متحده آمریکا فهمیدن افغانستان امنیتش از پاکستان تهدید میشه و اونجا خواستگاه هراس افغانان آموزشگاه های هراس افغانان وجود دارن، نه در افغانستان. بدون شک اطلاعات استخباراتی وجود داشت، در طی سالها وجود داشته و کشورهای مختلف مثل آمریکا هم آگاهی کامل داشتن که لانه‌های تروریسم در کجا هست، در کجا اینا آموزش میبینن، در کجا تمویل میشن و در کجا وصل ریشه هاشون. اما ما در گذشته کمتر شاهد بودیم مقام های آمریکایی در مورد این پناهگاه ها در خاک پاکستان سخن بزنن. اما به هر حال باید یک مقدار یا یک سلسله اتفاقات میافتاد که این واضح شه برای مردم افغانستان. اینجا بحث های استخباراتی هم چیزی نمیسازه، اینجا باید افکار عمومی به اصطلاح توجیه شه و سمت و سو داده شه در یک جهت، یک قضیه که بتونه به اصطلاح تصمیم گیری ها یا سیاست مداره کشور را به اصطلاح تغییر جهت بتن و به سمت و سو بکشونه. امروز همون فضا میسر شده، امروز جامعه جهانی متوجه شده، چون در چند مرحله به صورت بسیار عام ثابت شد که پاکستان اشراف داره، پاکستان کنترل داره بالای طالبان، با ایشون رابطه مستمر داره و اونا در خاک پاکستان هم هستن. این به اصطلاح چند تا مسئله بود که امروز ثابت ساخت و امروز در محافل سیاسی آمریکا، در کنگرس، در قصر سفید، در وزارت دفاع، در وزارت خارجه این بحثا جریان داره و این بحث جدی و این اظهار نظرها میتونه نمایندگی از سیاست رسمی ایالات متحده آمریکا در برابر پاکستان بکنه. بدون شک یک چیزی را که سیاستمدارای پاکستانی بهش، سیاستمدارای آمریکایی بهش به اصطلاح تاکید میکنن این است که برای آمریکا رابطه با یک کشوری که دوستش نیست، رابطه استراتژیک باش نداره، ساده تر است تا یک کشوری که باش رابطه استراتژیک داشته. شما اگر به گذشته مراجعه بکنین و ببینین زمانی که منطقه در بدترین وضعیت سیاسی به سر می برد و قدرت‌های بزرگ مثل شوروی سابق و آمریکا در رو در روی با هم قرار داشتن، پاکستان بود که به اصطلاح موضع یا توازن را در منطقه تغییر داد به نفع آمریکا و اونو از اون زمان به اصطلاح به نام مدیون پاکستان هستن. اما اتفاقاتی که در خود آمریکا اتفاق میفته، چی بمبگذاری، چی عملات تروریستی، اینا تمام ریشه‌اش در پاکستان پیدا میکنه. بنان افکار عمومی به نوعی در آمریکا هم به این سمت آمده که بالاخره اگر قرار است با تروریسم مبارزه شود، باید با پاکستان مبارزه شود. بله آقای پتمند، اگر در واقع آنگونه آقای کاوه گفتن سیاست ایالات متحده آمریکا سیاست رسمیش در برابر پاکستان تغییر کرده باشه و ایالات متحده آمریکا هم در استراتژی رسمیش در افغانستان تغییر آورده باشه و بیشتر حالا بکوشه به مرزهای فراتر از افغانستان بپردازه، پس ما باید خوشبین باشیم از مبارزه این کشور با گروه های هراس افغان چی در افغانستان و چی هم در منطقه؟ درست فرمودن کاوه، به خاطر از اینکه بعضی اوقات به خاطر تغییر سیاست، تغییر افراد ما باید بیاید. تغییر در قماندانی ناتو در افغانستان شاید به می منظور بوده باشند که یک موضوع جدید مطرح کنند که ما گفتم که قبلا هم از این معلومات داشتن و قبلا هم به حضور شما عرض کردم که سال اخیر اوباما هم است میشه که برای دموکرات ها یک دستاوردی هم داشته باشند. فکر نمی کنین که جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم میتونه باشه؟ خب این جریان مذاکرات ثابت خواهد کردن. ما یک سال در پیش روی داریم
و چون مذاکرات چهار جانبه هم شروع شده در اینجا با هوشیاری حکومت افغانستان و هم مصمم بودن حکومت افغانستان هم ارتباط داره، به خاطر اینکه صلح تنها مربوط به پاکستان و آمریکا و طالبان است، حکومت افغانستان هم در اون نقش داره و جایی که بارها گفته شده اشراف ایالات متحده آمریکا بر تمام جوانب جنگ از نگاه سیاسی وجود داره، یعنی آمریکا میتونه که هم طالبان را وادار بسازه به صلح، هم پاکستان و هم حکومت افغانستان. و صلح نیاز مردم افغانستان است که آمریکایی‌ها میتونن اگر یک سیاست مخلصانه را در برابر افغانستان یعنی براه بندازد و تنها منافع خود داری ببینند که در افغانستان صلح باشد، در افغانستان صلح ممکن است، به خاطر از اینکه ابزار صلح در دست افغانستان است، در دست آمریکا است و پاکستان همواره سیاست خارجیشان متاثر بوده از ایالات متحده آمریکا و کشور انگلستان که در این راستا ایالات متحده آمریکا با انگلستان یک جای کار میکنه و بعضی حرکاتی که به خاطر صلح میشه از طرف کشور انگلستان هم جریان دارد، بعضی از مذاکرات و کشور کانادا هم یک مؤسسهشان اون شما میبینید که در حالت چی است، یعنی یک هماهنگی در این فعالیت ها ما میبینیم که اگر یا از خلوص نیت باشد و پروگرامی باشد که در افغانستان جنگ ختم شود، فضای فعلی یعنی ایرا باید برایشان مساعد ساخته شود و یک راهکاری که بتانند جوانب زی دخل قانع بسازند و همین مسائل آهسته آهسته علنی شود، مثل کمی فرمودی که سالهای سال قبل یا میفهمیدند که یعنی در کجا ترورستان تمویل میشه، در کجا پناهگاه هایشان است و در کجا حضور دارن، ولی نمیگفتن، ولی امروز را میگن به صراحت که مثلا پناهگاه های پس با این حساب ما هم زیاد دلگر نباشیم از عملی شدن چون این یک اظهار نظرها. خب ما دلگر هم باید زیادتر نباشیم و بدبینم نباشیم، به خاطر از اینکه اظهارات فعلی به نفع مردم افغانستان است و به نفع جریان صلح است. اگر یا خواسته باشه این اظهارات جامعه عمل بپوشه و پاکستان تمرکز بیشتر ما قبلا به حضورتان عرض کردم بیرون از خاک افغانستان داشته باشه، در پاکستان ما قبلا به حضورتان عرض کردیم که ما و شما مذاکرات شروع شده و مذاکرات چهار جانبه شروع شده و این به این خاطر است که نقش ایران را بسازن و بعد از او طالبا هم داخل مذاکرات شوه و پاکستانی بارها گفته که تمام گروه ها، وقتی میگن تمام گروه ها این به نفع افغانستان است، به خاطر از اینکه هر قدر طیف وسیع از طالبا در اشتراک کنن یعنی به صلح کمک میکنن، به این خاطر ما باید منتظر بمانیم، اما اظهارات فعلی و حرکات فعلی و همی که جلسات شروع شده هم از طرف پگواش که غیر مستقیم است، هم از طرف هم مذاکرات چهار جانبه و هم اظهارات قماندان جدید ناتو می رساند که یک جوی سیاسی برای مذاکرات صلح وجود دارد، اما ما باز با حضورتان عرض میکنیم که جانبین باید از این جو یک استفاده درست به خاطر آوردن صلح و به خاطر مردم افغانستان که یک مردم جنگ دیده و یک جنگ طولانی در افغانستان است باید استفاده معقول صورت بگیرد. آقای کاوه، فکر میکنین اقدام بعدی آمریکا در برابر پناهگاه های امن هراس افغانان در پاکستان چی خواهد بود؟ آلا فرمانده نامزد فرماندهی کل نیروهای خارجی در افغانستان میگه که هراس افغانان شبکه حقانی طالبان از پناهگاه امنشان در پاکستان لذت میبرند. چی خواهد کرد بعد از این پاکستان در امریکا در برابر این پناهگاه ها؟ ببینین، امریکا به صورت وقفه ای گاه ناگاه برخی از فشارها رو بر پاکستان وارد ساخته، اما به سبب رابطه دراز مدت و رابطه استراتژیک تر که به پیشتر اشاره کردم فشار زیاد رو نمیخواین همزمان بالای پاکستان از چند جانب وارد بکنن. چند مرحله ما شاهد تحریم از جانب آمریکا بر پاکستان بودیم، چند مرتبه هم کمک های نظامی که پاکستان دریافت میکرد قطع شده، بالا تعلیق در آمد بود، چند مورد هم تسلیحات پاکستان نیاز داشت که به دست بیاره این به وقت زمانش برش تحویل داده نشد. یعنی به نوع فشارها در گذشته به صورت گاه ناگاه اتفاق افتاده بود و وجود داشت برای پاکستان، اما آنچه که امروز آمریکا میتونه انجام بده یا توقع ازش برده میشه که انجام بده این است که امروز وضعیت جنگی در کل در منطقه فرق کرده، امروز در برخی از محافل سیاسی آمریکا گفته میشه که بیش از 2000 سرباز آمریکایی که در افغانستان جان باختن در واقع از جانب پاکستان کشته شدن،
یعنی چون پاکستان عملا دست داشته خب در انتقام از این کشته شده ها امریکا فکر میکنین که سرانجام چی خواهد کرد؟ آیا این انتقادها در حد حرف واقعی خواهد ماند و یا جامعه عمل هم خواهد پوشید؟ من فکر میکنم که امریکا نهایتا مجبور است یا بنابر منافعش منافع سیاست خارجیش ایجاب میکنه که در یک منطقه که آمده بالاخره به ثمر برسه نتیجه کارهایش، نتیجه سرمایه گذاریش. اگر افغانستان به ثبات باقی بمانه و هنوز لانه های تروریسم در پاکستان باشه، افکار عمومی در آمریکا دیگه حمایت نمیکنه از سیاست خارجی سیاست گذاران آمریکا. بنابراین به این اساس فکر میکنم که آمریکا نیازمند است که یک مقدار فشارها را بیشتر بسازه. امروز زمانی که ما بحث گفتگوهای چهار جانبه داریم در رابطه با صلح افغانستان، بیشترین توقع از آمریکا برده میشه، چون آمریکا قادر است که فشار لازم را وارد بکنه، قادر است که اطلاعات لازم را در میز مذاکره در میان بگذاره و وظایف بیشتر هم در رابطه با صلح انجام بده. با احساس فکر میکنم که این فرصت به اصطلاح مناسب است هم برای آمریکایی ها و هم برای ما افغان ها که از این فرصت استفاده بکنیم و در واقع زمینه های فشار بیشتر را از جانب آمریکایی ها بر پاکستان بیشتر میسر بسازیم. آقای پتمن، زمان نامزد فرمانده کل نیروهای خارجی در کنگره ایالات متحده آمریکا از موجودیت این پناهگاه ها در خاک پاکستان انتقاد میکنه. فکر میکنین که پس از رسیدن این جنرال کهنکار به این مقام در افغانستان، آیا مأموریت رسمی آمریکا را از جغرافیای افغانستان به خاک پاکستان خواهد کشاند و پس از آن بیشتر به او طرف مرز توجه خواهد شد؟ خب این سوال آینده جواب خواهد گفت، ما فکر نمی‌کنیم، به خاطر اینکه پاکستان هم فعلا خودشان عملیات را خب اگر این کار صورت نگیره پس دیگر نتیجه ای نداره خب با تنها کار... در حد حرف از پاکستان انتقاد داشته باشیم. این کار میتونه که توسط حکومت پاکستان هم انجام شود، به خاطر از اینکه حکومت پاکستان فعلا توانایی اجیره داره که در مناطقی که قبلا حالا پاکستان متهم است به پشتیبانی از این هراس افغان‌ها. بله بله، پاکستان متهم است، اما پس چگونه پاکستان میخواهد این ابزار خود نابود بسازه برخلاف منافع خود؟ پاکستان میتونه به اساس تعهد سیاسی که بعد از این به پروسه صلح اگر داشته باشه، و چون در مذاکرات چهار جانبه اشتراک میکنه و در اونجا ایالات متحده آمریکا حضور دارد، همه موضوع را میتونند که ایالات متحده آمریکا در میز مذاکره بکشانه و همه موضوع را مطرح کنه که پایگاه های امن تروریستان یا افراد مسلحی که علیه حکومت افغانستان می جنگه و در افغانستان نامیر آورده در پاکستان است. میشه که یکی از موضوعاتی که در مذاکرات صلح مطرح میشه همین موضوعات باشه، و تا زمانی که شما موضوعات واقعی را در مذاکرات مطرح نکنید شما به نتیجه هم نمیرسید. این تصامیم سخت را باید هر دو جانب بگیرن، هم حکومت افغانستان و هم حکومت پاکستان. فکر میکنین که پاکستان در برابر طالبان افغانستان اقدام خواهد کرد و این گروه را یا نابود و یا هم از خاک خود بیرون خواهد کرد؟ اگر نابود نکند و با میز مذاکره بکشاند، در مقابل امتیازات سیاسی میتواند که پاکستان املانه هایی که فعلا داره او را ببندد با اساس تعهداتی که در مذاکرات صلح باید داشته باشد. تا نابودی از دو نگاه است، یکی است که شما یک چیز را مشخص میسازید که در این و این مشخص است برای حکومت ایالات متحده آمریکا، برای حکومت افغانستان هم مشخص است، ولی چون امی چیز را ندارن، ظرفیت ندارد که با حکومت افغانستان ثابت کند، تا یک منجی دیگه باید باشه که اون بگوید. چون با ایالات متحده آمریکا فعلا در صلح منجی هم است و به این موقف هم رسیده که لانه ها در اونجا است که ما گفتم که قبلا هم بودن، میتونه در میز مذاکره همچون موضوعات مطرح شود که طالبان را از یک گروپی جنگی که لانه هایشان در پاکستان است بالاخره در جریان مذاکرات به گروپی سیاسی که داخل سیستم شود و بدل بسازه همچون پیشنهادات است. مثلا برشان گفته میشه که شما در این جبهه کمپ ها دارین که طبیعی است که پاکستان ایران میفهم، اگر ما و شما فعلا نگوییم هم که مثلا پایگاه طالبان در کجاست، پاکستان سر آدم خنده میکنه، چرا؟ پاکستان خو میفهمه که لانه ها در کجا هستن، پاکستان خو میفهمه که طالبان را تمویل میکنه. زمان این مذاکرات به نتیجه میرسه که ما بگوییم و پاکستانی قبول کنه. اگر ما بگوییم خب نگوییم. خب گفته شده نه،
بر سر میز مذاکرات. یک موضوعات است که در مطبوعات مطرح میشه و تحلیلگرای سیاسی را میگه و یا نطاقه حکومت. یکی است که یک کاغذ بر سر میز مذاکرات منظم شد و در اجندا گرفته میشه که لانه‌های تروریسم یا مراکز طالبا یا افراد مسلحی که بر علیه حکومت افغانستان میجنگد در پاکستان است. خب نیاز به گفتن نیست، این آشکار است برای همگان. ما میفهمم که آشکار است، ولی به طور رسمی مطرح شدنش از یک موضوع دیگه هستند که میشه که پاکستان این امتیاز از دست بتن و یک مقابلشان یک امتیاز سیاسی را بگیرن که او شامل شدن طالبان در سیستم هستند که هم امو یک گروهی که سالهای سال سرمایه گذاری صورت گرفته در مقابل این امتیاز. اما این جایا باید تثبیت شد. اما این هم فراموش نکنیم که رئیس پیشین ISI گفته 13 سال پیش گروه طالبان میخواستن با حکومت افغانستان یک جا شوند، اما حامد کرزی این خواست طالبان رد کرد و گفت که در این باره کابل تصمیم گرفته نمیتونه، واشنگتن تصمیم خواهد گرفت. با این معنا واشنگتن نمیپذیرن، نمیخواه طالبان وارد دستگاه سیاسی حکومت افغانستان شود. خب اگر نخواهند پس واشنگتن باید به جنگ دوام بدن. بعضی موضوعات واضح هستند. اگر واشنگتن نخواهد که طالبان وارد دستگاه سیاسی افغانستان شود، مقصد واشنگتن ادامه جنگ در افغانستان است. اگر ما هم نخواهیم به حیث حکومت افغانستان که طالبان وارد سیستم سیاسی افغانستان شود، ما هم باز خواهان جنگ هستیم. طوری که می خواهیم که لانه‌های تروریسم در پاکستان بسته شود، تمویل و حکومت افغانستان بارها گفته که شما کمپا را بسته کنین و مریضا را تدابیر نکنین، کمک نظامی نکنین. خب اگر امریکا بخواهد طالبان نابود هم میتونه از راه نظامی؟ خب اگر میتونست و یا میخواست، خود در 13 سالی که حضور 150,000 خود در افغانستان داشتند به این کار را میکردن. وقتی یک کار شما به 150,000 نیرو نتانین بکنین، به او را به 10,000 نیرو چه قسم میتونین؟ پس شما پیشنهاد میکنین تنها راه پایان جنگ یا صلح با طالبان سهم دادن این گروه در حکومت افغانستان است؟ در قدم نخست بله، بخاطر از اینکه اگر شما این را نپذیرین، با معنای ایست که مثل که ما اتهام وارد میکنیم که حکومت پاکستان تروریسم تمویل میکنه، باز ما به تروریسم بانا میتیم. خیلی سپاس. آقای کاوه موافق هستین تنها از طریق سهم دادن به طالبان در حکومت میشه در افغانستان صلح برقرار شود و با این گروه گفتگو شود؟ ببینید، یک چیزی است که مردم افغانستان میخواه، یک چیزی است که گروه تروریستی مثل طالبان بهش پافشاری داره و تقاضا میکنه. زمانی که رژیم تازه را ما تجربه کردیم، ما بدون شک برگشتیم از مثلا تاریخ سیاه را پشت سر گذاشتیم و روزگار سیاه را پشت سر گذاشتیم و آمدیم پذیرفتیم رژیم نبره، چون دانجا دموکراسی بود، دانجا رای مطرح بود، دانجا مردم نقش داشتن در انتخاب نظام. خب هیچ کسی طالبی را که سلا بر زمین میگذاره و وارد روند طبیعی میشه، در طبیعی زندگی میشه در افغانستان، مانعش نشده. بارها اتفاق افتاده، کسانی هستند از سران طالبان که امروز آمدن و جز نظام هستند، در کابل زندگی میکنن و زندگی آبرومندانه هم دارن. اما هنوز هم تفکر طالبانی دارن. خب تفکر طالبانی اگر تا زمانی که به عنوان یک تفکر مطرح شود، تا زمانی که به اصطلاح به زبان مطرح شود، آسیب نمیرسونه. زمانی که به خشونت کشیده شود، زمانی که به سلاح بدل شود، به مرمی بدل شود، به جان مردم بخوره، بدون شک به او همگی مشکل داره. من فکر میکنم که فضا همیشه باز بوده بر کسایی که بیشترین از این هم دولت افغانستان در زمینه متقبل شد، کمیسیون های مختلف وجود داشت که در زمینه برگشتاندن این طالبا و ناراضی ها به داخل نظام تلاش کردن، پول مصرف کردن و ما آمار بسیار زیادی هم داریم که شمار زیادی هم برگشتن. اما شمار زیادی دیگر هم به جبهه های جنگ دوباره برگشتن در برابر نیروهای امنیتی می جنگن. هیچ محدودیت، یعنی منظور می است که هیچ محدودیت وجود نداشته برگشت اینا. خب اما اگر طالب بیاید و به عنوان یک گروه تروریستی امتیاز خواهی کنه از پیوستن از اینکه میپیونده به حکومت افغانستان، فکر میکنم این مسئله است که به مردم افغانستان تعلق داره، نه به دولت افغانستان. دولت افغانستان میتونه که مذاکرات را انجام بده، تسهیل بکنه، اما نهایتش مردم افغانستان است تصمیم میگیره. طالب را به او تفکرش قبول داره نداره، طالب را به او خشونتش قبول داره نداره، که بدون شک هیچ قبول نداره. زمانی که طالب میای و به عنوان مورای سیاست خارجی یا پرهای بازی سیاست خارجی پاکستان یا هر کشور دیگه مطرح میشه و خودش را میگذاره و اگذار میکنه برای چنین بازی ها، فکر میکنم که اونا حق امتیاز خواهی را از مردم افغانستان. پس تنها راه در برخورد با طالبان سرکوب سازی این گروه
از راه صلح این نمیشه با این گروه سازش کرد. دروازه صلح همیشه باز بوده برایشان. دولت افغانستان، مردم افغانستان بارها گفتن اونا میتونن بیان و با اونا شهروندای عادی افغانستان زندگی بکنن. اما بس باور داره این گروه فکر میکنه. اگر ما دقیقاً میخوایم این مسئله رو بگویم، اگر اینا بیان و برای این که صلح در افغانستان میارن امتیاز خواهی بکنن، که امتیاز هم بدون شک به اینا بر نمیگرده و کسانی که حامیانشان است به پاکستان برمیگرده و او نهایتاً به اصطلاح شرایطش را وضع میکنه و امتیازاتش را مطرح میکنه، نه اینا، و به اینا چیزی هم نمیرسه در پایان روز. من فکر میکنم که رای صلح همیشه برشون باز است اگر بخواین صلح بکنن. در غیر از اون نیروهای افغانستان هستن، سربازای وطن هستن و اینا در برابر هر نوع تهدیدی که متوجه آزادی مردم باشن میجنگن. آقای پتمن، در بدل امتیاز خواهی نمیشه و مردم افغانستان هم نمیپذیرن طالبان، پس راه حل چی است؟ خیلی کوتاه، ببینید چون فرصت پایانی است. مردم افغانستان وقت زمانی که میگیم ما جزء مردم افغانستان هستیم، ما حق داریم که نظر خود بگیم، ما نظر خود گفتیم. اما شما شناختی از مردم دارین؟ اصلا مردم نمیپذیرن طالبان با او تفکرشان باید صورت ما این گروه ثابت ساخته با جز از خشونت، جنگ، ناامنی، کشتار دیگه گزینه‌ای نداره در گفتگوهایشان با حکومت افغانستان. صلح بدون ارزش ها معنی نداره. هرگاه ما موضوع صلح را مطرح میکنیم باید ارزش ها در پالویشان باشه. خیلی سپاس. که او ارزش ها حقوق اساسی مردم افغانستان است و حق بالای این ارزش ها هم حمله صورت گرفته روزهای اخیر به واسطه طالبان. همیشه صورت گرفته ولی بالاخره در نتیجه و این به این معناست که اصلا نمیپذیرن این ارزش ها را طالبان. اگر بپذیره، ما اینطور گفتیم که اگر بپذیره این ارزش ها را در اون صورت. خیلی سپاس از حضورتان در برنامه. صدیق پتمن عضو هیئت رهبری جبهه ملی نوین افغانستان و پرویز کاور روزنامه‌نگار از حضورتان در برنامه و سپاسگزارم از شما بیننده ها هم که تا حال همراهیمان بودید. در اخیر هم یک خبر کوتاه. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار درباره موضوع تنوع نژادی در اسکار سخن گفت و از هالیوود خواست تا این سوال را از خود بپرسد: آیا به همه فرصت برابر داده شده است؟ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جنجال برپا شده درباره نامزدهای سفیدپوست اسکار را نمونه ای از موضوع وسیع‌تر دانست و یادآور شد که صنعت فیلمسازی آمریکا با پشتیبانی از خلاقیت سیاه‌پوستان و دیگر اقلیت‌های نژادی می‌تواند سود زیاد نصیب خود کند. او از کالیفرنیا به عنوان نمونه باور نکردنی از تنوع نژادی نام برد و این موضوع را نقطه قوت کالیفرنیا دانست. اوباما در ادامه میگوید هنگامی که همه فرصت بیان داستان خود را بیابند، این موضوع به بهتر شدن هنر و صنعت سرگرمی منجر خواهد شد و در این صورت همه خود را بخشی از یک خانواده آمریکایی میبینند. بنابراین من فکر میکنم که کل صنعت سینما باید دنبال استعدادها بگردد و به همه افراد فرصت بروز بدهد. اما در مقابل دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بحث درباره عدم تنوع میان نامزدهای اسکار را موضوعی اندوهناک خواند و پرسیده بود که چرا هیچ کس به جوایز بوت که ویژه سیاه‌پوستان است اعتراض نمی‌کند.